کانال من و تو رو قرار از روی یوتلسات 7 درجه بی ببینین، اونم به صورت HD. منتها از اونجایی که من تو تکنولوژی خیلی خوب نیستم، تو هم حتما خوب نیستی، بنابراین کارشناس این کار رو داریم که برای ما بیشتر توضیح بدن روی این مسئله. پگوشا خیلی خوش اومدین. سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین، منو همکارم. خواهش شده واقعی دیش. تکمیل اومدی، دیش آوردی، یه المپ دوقلو هم که آوردی و سویچر. توضیح بده که این المی داستانش چیه؟ الان داریم کجا رو میگیریم و قراره که کجا رو بگیریم با بقیهش؟ در حال حاضر داریم شما رو میگیم. من این دیش رو آوردم امروز که بهتون بگم که چجوری ما میتونیم کانال من و توی هشتی رو توی یوتلسات ببینیم، با چه تغییرات خیلی کوچیکی میتونیم این کار رو انجام بدیم. اون دوستایی که توی ایران هستن در حال حاضر این دیش هاتبرد رو در حال حاضر روی دیوارشون نصب کردن، خیلی راحت میتونن این LMB تکشون رو عوض بکنن، با این LMB دوقلو جابجا بکنن و وقتی که این LMB رو گذاشتن میتونن توی سر هد اولش یوتلسات 7 درجه بی رو ببینن، توی یکی سرش میتونن خود اتوماتیک وار هاتبرد رو ببینن. بعد از یه تغییرات کوچیکی توی دستگاه ماهواره‌شون که بعد بگن که این هاتبرد، این یوتلسات، بعد از سیو کردن اطلاعات میتونن ساتلایت رو سرچ بکنن و کانال من و تو به صورت اتوماتیک قاعدتا باید بیاد بالا، ولی اگر نیومد به صورت منوالی میتونن فرکانس شبکه من و تو رو سرچ بکنن که فرکانس من و تو روی ساتلایت توی ساتلایت یوتلسات هست 11304 پولیزیشن افقی با سیمبل ریت 29700. اون یوتلسات بی هم میاد توش دیگه؟ آره خودش یوتلسات بی 7 درجه. بسیار عالی. گفتی که اینا رو وزکن روی دیواراشون، البته اگه تالاشون پایین نیورده باشن، ولی قیچی هم توی ایران خیلی استفاده میشه، درسته؟ بله، یه مدلی که توی ایران استفاده میشه بهش میگن قیچی که اینجا استفاده نمیشه. در حقیقت اینا به جای که از این LMB دوقلو استفاده بکنن، از این LMB استفاده میکنن، یه براکت دیگه بهش وصل میشه که بهش میگن قیچی. اینجا لازمه که به وقتی که دارن نصب محلیشون البته تنظیم براشون میکنه، یکی رو بذاره روی هات برد 13 درجه، یکی دیگر بذاره روی 7 درجه ایست شرقی و بعد از سیف کردن بعد در اون صورت نیاز دارن که یه سویچر داشته باشن، از هر خروجی هاشون به سویچر وصل میکنن و باز هم از داخل دستگاه ماهوارهشون به ماهوارهشون میگن که این ساتلایت هات برده، این ساتلایت یوتل ساده و بعد از اون دوباره سرچ میکنن و اینجوری که توضیح میدیم خیلی راحت به نظر میاد. فکر میکنم همینطوری باشه. نیم ساعت جا کار میبره. اون LMB دوقلو ایران هستش دیگه؟ بله، این LMB در داخل ایران هست، از 70-80 تومن شروع میشه به بالا بسته مارک قیمت هم که دارین و اطلاعات به روز. حالا خود ریسیورشون پگاه جون، اون چی؟ آیا ریسیور باید ریسیور HD باشه؟ 100%. وقتی که شما میخواید کانال هشتی ببینید، رسیور هشتی، البته خبر خوبی شده که توی ایران اکثرا دستگاهاشون هشتی هستش. بهتر از پیش رفتن. بله. آرتی هم اومده جدیدن، مثل که خیلی سالیانه هم هست و خیلی وقته. بله. خب کانال ما نیستیم. سوالی که خیلی از بیننده‌هامون پرسیدن اینه که اصلا خب چرا روی 11 همون اتفاق نیفته، چرا اصلا یوتلسات؟ چرا؟ اتفاقا خیلی سوال زیادیه که میپرسن چرا 11 نه. یه چیزی که هستش اینه که اگه بخوایم دو تا ساتلایت با هم مقایسه بکنیم، ساتلایت 11 یه ماهواره خیلی کوچیکیه که محدود به ایران و کشورهای دور خودش و کسی که تو اروپا زندگی میکنن یا جای دیگه زندگی اصلا نمیتونن کانال 11 رو بگیرن، در حالی که یوتلسات یه ساتلایت خیلی بزرگتریه با محدوده پوشش خیلی بیشتر، هم ایران هم اروپا هم خیلی جاهای دیگه. یه سوال، آمریکای شمالی رو میگیره؟ نه، و پارازیت تو این ساتلایت خیلی کمتر یا حداقل بگم نیست، در حالی که تو جاهای دیگه ما مشکل پارازیت و کم اسپدی سیگنال رو داریم. درسته. اشتباه نکنم همه کانالای فارسی زبان میخوان خبر. بله، میخواستم اشاره بکنم که نشد. چیزی که هستش اینی که توی یوتلسات به زودی تمام کانالای فارسی زبان جدید و قدیمی همه دارن به یوتلسات اضافه میشن و سومی، بله، یوتلسات 7 درجه بی همه دارن دو اینجا اضافه میشن و فکر میکنم از این به بعد همه مشتریای یوتلسات 7 درجه بی هستن تا 11 جاهای دیگه و ما میتونیم همه کانالای فارسی زبان دیگه واسه پس مراتو تی وی به صورت رسمی اولین کانالی هستش که وارد یوتلسات بی شده، افتتاحش کرده یه جورایی. البته چند کانال قبلا بود، ولی چیزی که هست من و تو به صورت کاملا هشتی اولین کانالیه که به صورت کاملا هشتی داره برنامه خودش رو ارائه میده و این تقریبا ما بالاخره توی کانال فارسی زبان داریم میبینیم با کوالیتی کیفیت بهتر
بالاتر. دقیقاً ما پستی فیسبوک گذاشته بودیم که گفته بودیم شما تشریف میارین هر سوالی دارم بپرسن. سوالا یکم پراکنده است. یه عزیزی خیلی ناراحته که چرا ما هی کانالمون رو عوض می‌کنیم، دعوت فرکانسمون رو عوض می‌کنیم، ولی خب برای خوبی خود عزیزان هستش. یه سری از عزیزان هم از بفرمایید شام گفتن کلاً هر سوالی پرسن جز چیزی که به ما ربط داشته باشه. یه عزیزی به اسم امین پرسن که آیا کابل HDMI احتیاج برای این داستان یا نه؟ دقیقاً چیزی که هستش که دستگاه رسیور بعد به هر طریقی به دستگاه تلویزیونشون وصل بشه، حالا یا با کابل HDMI یا با هر کابلی که دارن، این اصلا ربطی به این قضیه واقعا نداره. و دوستانی که گفتین که نگران عوض شدن هستن، اصلا نه بجای نگرانی واسه این دوستان اصلا نیست، به خاطر اینکه کانال من و تو به هیچ وجه توی هاتپر تغییر نکرده، با همون فرکانسی، هیچ تغییری توی هاتپر نداره، هیچ تغییری توی یاست هم نداره. فقط افرادی که دنبال کوالیتی و کیفیت بالاتر هستن لازمه که یه تغییرات کوچیکی با توجه به LMB چیزی که توضیح دادم انجام بدن اگر میخوان چیز بهتر رو ببینن. یه سوالی برای خود من پیش اومده، بعضی هستن که توی ایران موتور دارن که از اینا که چرخشیه، اونا میتونن رو همون بمونن یا اینکه نه؟ اونی که موتور دارن اتفاقا اصلا نیازی به این تغییرات ندارن، خیلی راحت‌تر فقط کافیه وارد دستگاه رسیور ماهواره شون بشن، اونجا موتور رو جستجو بکنن، 7 درجه ایست رو روی ماهواره روی رسیورشون در حقیقت بیارن بالا. این اصلا نیازی به هیچ هزینه اضافه تری ندارن، تو خونم راحت میتونن. آره دقیقاً، یه کار خیلی ساده 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خیلی نگاه، چون میشه که فرکانسای یوتلسات 7 درجه بی رو دوباره برای بیننده‌هامون بگیم. من و تو یه HD فرکانسش هست 11304 هوریزونتال هج 29700 سیموس سیمبل ریتش هم هست. دقیقاً افقی 29700. بله. بسیار عالی، مرسی. فکر نمی‌کنم دیگه من بگم که این تکلیف SD هم روشن کنیم. اگه ما فقط HD هستیم تکلیف SD چی میشه؟ به قوه خودش باقیه. بله. همون نیجر که هست هست، هیچ تغییراتی نداره، همزمان دارید میبینید، هیچ تغییراتی توش نیستش. خیلی ممنون، بسیار عالی، مرسی پگاه جان، خیلی مفید بود. دوستان اگه سوال دیگه هم داشتن میتونن ادامه بدن سوالاشون رو بپرسن، مطمئنا بچهای تیم وبسایت من و تو سوالا رو جواب میدن.